خب آقای مصطفی زاده سلام. دوستان عزیز، با آقای ضیا مصطفی زاده هستیم از کشور زیبای هلند که واقعا هم زیبا و پرگل است. بفرمایید آقای مصطفی زاده، این شما و این هم شنوندگان و بینندگان تلویزیون مردم در سر تا سر جهان. سلام عرض کردم جناب سروری، خدمت شما و خدمت همه بینندگان شما. ممنونم. به حضور درشد که امروز به قول شما معلوم نشد که چه باید کرد و چی میاد و چی نمیاد. آقای افشارها که تشکیب نهی بردن، آقای سعیدی هم تشکیب نهی بردن. به هر حال منم باز بگم اشتباهن تو ساعت اول یه چند با تماس گرفتم که تماس حاصل نشد به شما و بعد شنیدم که شما فرمودید که ساعت دوم بگیم. مرسی، متشکرم از لطفتون، از زحماتتون و همیشه. البته من این وسط سوء استفاده میکنم، تا دوستان نمیان میرم این چیزایی رو که از گذشته دارم و به اصطلاح خونده نشده و دربارش صحبت نشده فوری اونا رو علم میکنم و دربارش به اصطلاح صحبت میکنم. به حضورتون جناب صوفی، یک مطلبی رو شما در برنامه گذشته راجع به من فرمودی که یک اشتباهی پیش اومده بوده و اونم به دلیل اینکه مال سالهای تقریبا یک سال پیش، یک سال نیم پیش بوده. شما مثل که فرمودی که من گفتم آقای احمدی از من اقتباس کرده یا همچین چیزها. به هر حال من توضیح میدم، آقای احمدی به هیچ عنوان از من اقتباس نکرده. بعد به حضور نرسیده که این موضوع برنامه من و یعنی طرح خودگردانی ملی طرحی نیست که کسی ازش اقتباس بتونه بکنه. چرا؟ آقای فرهاد پارسی به اتفاق آقای دکتر افتخاری و اون دوستشون که اسمش زیاد یادم نیست، رئیسشونه کوروش سامتینگ ارفان، یه چیزی اینا، آقای فرهاد پارسی تمامی این طرح من رو داشته و برده داده به اونها و اونها از نکاتی از این طرح به اصطلاح اقتباس کردن و که من همون موقع به شما اطلاع دادم و شما هم در برنامه فرمودید و کارشون هم هیچ سریع نبوده، نه اینکه اختباس کنن از من بکنن، خیلی هم خوبه، ولی اختباس نادرست، یک کار ناتمام و ناقص. این طرح خودگردانی ملی جناب صوفی یک به صحیح میشه گفت الهام گرفته از نظام بین المللی. طرحی نیست که بگیم که به قول شما دوچرخه رو دوباره از نوع اختراع کردیم، نه، من نظام بین الملل رو ازش الهام گرفتم. اون چه که در نظام بین الملل ناهنجاری هایی که در نظام بین الملل بوده ازش حذف کردم. به طور مثال یکیشو میگم حق وتو و همسالم، و من این طرح رو تنظیم کردم. میشنم گفت زیادم شباهت نداره به اون، ولی الهام گرفته از اون هست. در حال حالا آقای این رو من گفته بودم به شما، من الان به یادم اومد که تا من شروع کردم به داستان این طرح و معرفیش آقای دو ساعت بعد آقای احمدی پیدا شد، دیگه بیش از اینم چیزی نگفتم. حالا باز امسال که شروع کردم به دلیل گرفتاری ها یک سال خورده عقب افتاد، من که آقا شروع کردم، حالا آقای همایون طرح حکومت ملی بعد از دو هفته سه هفته که من صحبت کردم در این باره، ایشون شروع کرده طرح آورده وسط. چی نوشته این طرح رو نمیدونم، چی به اصطلاح به نفع کی هست تا حدودی میدونم. به حضور شما این آقای همایون دست از شالاتانگیری، بقبازی، پول پرستی و اخخازی از مردم هیچ کار دیگه مثل بلد نیست. یعنی اگر شما در شارلاتانیزم بگردید برای رئیس جمهور
فقط آقای همایونه. اینو من واضح دارم میگم. ایشون فقط از اول برنامهش شروع کرده به مردم که بیمایه فتیره، اینجا ما ته درست کردیم بیمایه فتیره، اینجا ما میخواییم این کارا بکنیم بیمایه فتیره، یک سرعت مایه صحبت بکنه. در حالی که اگر نظرتون باشه، من گفتم در طرح ما یک دینار ما از مردم تقاضا نخواهیم کرد، ضمن اینکه برای خود ما هم خرجی نه، یعنی ما اینجا دیگه و در میون نیست، تمام کسانی که با من بودن من گذاشتمشون کنار، تنها خودم هستم و خودم و این طرح رو من پیشنهاد کردم به مردم و باز پیشنهاد میکنم. مردم به راحتی خودشون میتونن این کار رو انجام بدن، به هیچ عنوان هم خرج و مخارجی براتون نداره و نخواهد داشت. دیناری هم لازم نیست در این رابطه به کسی بپردازن. و هیچ وقت هم مثل آقای همایون نمیگم بیمایه پتیره، نه، در این مورد بیمایه چون خواست ملت، مطالبات ملت، همه چیز ملت در این طرح هست و این طرح نهایتا مشکلی که به نظر میرسه در این طرح هست اینه که خیلی خوب فرد با جمهوری اسلامی چه خواهد کرد. این رو من توضیح دارم که جمهوری اسلامی رو من نمیخوام بزنم کنار یا این طرح نمیخواد که ببرشش کنار، بلکه اصرار داره که جمهوری اسلامی همونجا باشه، ولی حاکمیتش بر طرفداران خودش و گروه های دیگه هم، تشکل های دیگه هم به همین صورت باید در مملکت باشن. هر کسی اداره کننده طرفداران خودش باشه، مثل یه حکومت تر بیدن. دقیقا نظام بین الملل شما ببینید، ممالک هستند، ملل هستند، دولت ها هستند، ببینید چقدر 200 دولت داریم در دنیا، اینها همه هستند و قوانینی در رابطه با اینها نوشته شده که دخالتی به کار هم دیگه نداشته باشن. با 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 من هم این طرح رو تقریبا به این صورت، ولی برای هر کشوری قابل اجراست و معلومش میشن، ولی برای ایران بیش از کشورهای دیگه کار برده، به دلیل اینکه ایران کشوری ایلی و عشایری قومی و عقاید سیاسی، عقاید مذهبی، دینی و همه چیز هم توش هست. این هست که هر گروه از این، هر قش از این اجتماع میتونن بپیوندن به تشکلی که خودشون علاقه دارن، خودشون میخوان و میپسندنش برن با توجه به اساسنامه‌اش. بعد اون تشکل میاد سر کار، اون پیروانش، اون ستانی که انتخابش میکنن، نه که افراد رو، اشخاص رو انتخاب بکنن، اساسنامه اون رو انتخاب میکنن و اون به هیچ، اون تشکل به هیچ عنوان حق تخطی از اون اساسنامهش نخواهد داشت. بعد شورای بپا میشه، حالا آقای همایون میگه من از شورا برم، یا درست میگه، چون ایشون میخواد اساس استبداد رو مجددن در ایران دفاع کنه. از کجا پول رسیده من نمیدونم، ولی دیدم که آقای رضا پهلوی رو علم میکنن، دیدم که از اسرائیل دفاع میکنن، یعنی غیر مستقیم میگه آقا حزب الله لبنان باید جمع شه، سوریه به کل ما باش خط رابطه میکنیم، نمیدونم اگر کمک به گرجستان میشه ما نمیدونم فلان میکنیم، کمک به فلان جای دنیا میشه ما همه اینا رو قطع کنیم. یعنی که میخواد یک دولت منزوی رو درست کنه. البته خب چون اینها همه به نفع دوباره غربی و به نفع اسرائیله، خب پس مشخص میشه اینجا که اسرائیل به اینها، به اون دولتی که آقای همایون در نظر داره، کمک خواهد کرد و زیر بارش رو خواهد گرفت و مجددن استبدادی سلطنت در ایران به صورت تمامیت طلبی برنامش بخواد اجرا بشه. خود آقای رضا پهلوی هم
خیلی قشنگ و راحت و اگر من قرار به صورت یه بود به صورت یه مجسمه توی رژیم باشم، من نمیخوام آقا، من نمیخوام این کارو بکنم. من میخوام در امور کشور سهم داشته باشم و کار کنم و به مردمم خدمت کنم با یه همچه عنوان. ولی آقای همایون البته دلش نبرای رضا پهلوی سوخته و نه کسی دیگه، طبق سابقه ای که ایشون داره با شارلاتان بازی فقط میخواد پول در بیاره و تموم شد. از طرفی هر کسی از بیننده ها زنگ زد مثلا گفت سلام به فاصله قطعش کرد، یعنی باید سلام کردن رو مردم ترک کنن. اگر نکنن در سیستمی که آقای همایون در آینده میخواد تو ایران برقرار کنه هر چی سلام کنه حتما اعدامش میکنن دیگه. خانوم های زنگ زدن، هر خانوم زنگ زد بهش که خانوم برو قرمه سبزی گرفتن، فاتی خانوم، فاطمه خانوم، نه سوغلا خانوم، با بی ادبی کامل، یعنی درست مثل آخوندها ایشون هم میخواد در سیستم آینده زنها رو بفرسته داخل آشپزخونه. زن حق صحبت نداره، حق اظهار نظر نداره در سیستمی که ایشون میخواد ارائه کنه. از طرفی میگه که هیچ کس تا حالا کاری نکرده و چیزی ارائه نکرده. ما بر این کس هستیم که طرح و ارائه کنیم. طرح یک از تاریخ دهم همین بود به اصطلاح معرفی داره میشه، هنوز هم معرفی نشده، تا اینجا هم تو معرفی شده تو دو برنامه تمام مزخرف بوده، تمام افتضاح. و از اون گذشته هر سیستمی چه جمهوری چه پادشاهی و چه سیستم کمونیستی و هر چی که بر تکیه بر آرای عمومی، عقد آرای عمومی یا دوره‌ای داشته باشه، اون قصدش فقط استبداد برقرار کردن در کشوره. یعنی واضح بارها گفتم در تلویزیون، بازم میگم که عقد آرای عمومی یا دوره‌ای کلاهبرداری سیاسیه و نه چیز دیگه. اون کلاهبرداری رو اینها سعی میکنن که هر طریقی هست حفظش کنن، چون این فقط به نفع دولت ها. من توضیح هم دادم که آقا فرض بگیریم که مصطفی زاده یا آقای سوری یا ایکس یا ایگلیت میان به هر دوز و کلک و تقلب و هر چی میان میشینن سر پست با یه قول و وعده و وعید های باطل و مزخرف و من این میکنم اون میکنم و آخرش هم میان وقت سوار کار شدن هیچ کدوم از اون کارها رو انجام نمیدن، چون نمیتونم انجام بدن. وعده وعید هایی که دادن همه دروغ بوده، غیر عملی بوده، چون اونها که به رأی به اصطلاح تکیه دارن به آرای عمومی، اینها خودشون وابسته هستن و نه مستقل و کشورشون رو هم 100% مطمئن باشید که مستقل نخواهد بود و وابسته خواهند کرد. این هست که من با این آقای همایون میخوام الان به ایشون دارم مستقیما میگن که آقای همایون بله طرح قبلا ارائه شده، قبلا این طرح روش بحث ها گفتگوها شده، شوراها تشکیل شده و خیلی ها که وارد بودن به این امور این طرح رو پذیرفتن. از اون گذشته اصلا هیچ کس هم نپذیره. این طرح بر اساس نظام بین المللی که حدود 50 سالی که در دنیا داره اجرا میشه، مخالفتی باید نمیشه کرد. طرحیه که به اصطلاح بین المللیه، مورد توافق سازمان های بین المللی اگر نبود که اصلا خود این سازمان های بین المللی وجود نخواهند داشت، وجود نداشتن. اینه که آقای همایون برمیگرده به یک خانومی که گویا اسم آقای نصر احمدی را بود، برمیگرده میگه که نه چی خانوم برو قرمه سبزی رو فرد برو نمیم چه بکن چه چیه. این اسم آقای احمدی را بوده که ایشون
مثلا اشتباهی شاید گفته طرح داده، نه ایشون طرح نداده، ایشون قانون اساسی نوشته، قانون اساسی هم پذیرفته بشه یا نشه، چون متکی بر همان آراء عمومیه، متکی بر اخت آراء عمومی یا دوره‌ایه، بنابراین کل این مسئله یعنی کل سیستمش که هم جمهوری هم پادشاهی هر دو جز کلاهبرداری جز استبداد برقرار کردن در کشور هیچ چیز دیگری نبوده و نخواهد بود. اینها رو لازم دیدم که خدمتتون عرض بکنم. در ضمن آقای سوری، این به اصطلاح مسئله آخوندها که شما هم بهش اشاره کردید، آقا من بکت دارید خیلی مشکل، الو آقای مصطفی زاده، باز تلفن ما اینجا وصله، داره نشون میده 16 دقیقه و 7 ثانیه، 16 و 8 16 و 9 ولی صدای شما قطع شد. لطف کنید دوباره زنگ بزنید. نمیدونم یه همچین ماجرایی با سرهنگ دکتر عقیلی پور داشتیم، آخرین بنده خدا تماس گرفت با شرکت تلفنشون و جالبه الانم شما رو 15 دقیقه و اینا اینجوری میشه و شرکت تلفنشون بهشون گفته بود که سیستم شما یه جوریه که اگر تلفن دستید 15 دقیقه باشه ما فکر میکنیم یادت رفته، روشن مونده، خاموشش میکنیم. ایشون بهشون گفته بود آقا به شما مربوط نیست، شما اینو بذارید روی بی نهایت. حالا بعد به آقای مصطفی زاده این ماجرا رو هم میگم. آقای مصطفی زاده شما حدوداً دوربر 15 دقیقه و اینا که میشه قطع میشه، یادم بیارید ماجرای سرهنگ عقیلی پور و تلفن. بله بله یادم آقای سوربی. بله بله. مقدار مسئله اینجا متفاوته، این تلفن من مطلقاً قطع، من ساعت‌ها با این تلفن صحبت میکنم. بله. یعنی دست کم یک ساعت و دو ساعت من با این تلفن صحبت کردم. خب پس حالا آقای سوبی به قول خودتون اسکایپتون رو باز بفرمایید که اگر دوباره قطع شد من با اسکایپ صحبت کنم. باشه عزیزم، اسکایپ منم روشن. من نمیدونم تا کجا هم شنید. نه تو راجع به طرح و اینا گفتید، ما تا دقیقه 16 رو شنیدیم، یعنی 5 ثانیه 10 ثانیه قبل. فقط بذارید حالا که اینجوری یه بریک پیش اومد من یه دو تا توضیح بدم. اون چیزی که من به اشتباه گفتم، ضمن این که من از دوستان عذرخواهی میکنم، ولی اونجوری که شما گفتی باعث شده که من اونجوری برداشت کنم. حالا دلیلش هم میگم کاملا درست میگم. بله چون همزمان بوده با اون برنامه و شما گفتید حالا که من شروع، ولی ماجرای فرهاد پارسی من دقیقا یادمه و این آقای فرهاد پارسی اون طرح رو با یه زیرکی خاصی از شما کش رفت، حتی به من تماس گرفت، گفت من با آقایون نمیدونم فلانی و فلانی، همین دو نفری که شما گفتید افانی و نمیدونم آقای افتخاری صحبت کردم، شما با اینا کار میکنی؟ من گفتم من با هیچ کس مشکلی ندارم، آقای افانی پدرش فوت شده بهش تسلیت گفتم، حتی به شوخی خندیدم گفتم افانی گفته کدوم پدرم، گفتم همون یکی که اینجا نوشتی. در هر صورت بعد کار میکنم، ولی بعد معلوم شد که اونا یک کرمی داشتن و به اصطلاح رفتن دنبال اون برنامه و اینا، برنامه‌هاشون هم به هیچ جایی نرسید، الان هم هیچ خبری ازشون نیست جز برنامه های تکراری. ولی من چون شما گفته بودید این به اصطلاح سوء تفاهم برام ایجاد شد، خوشحالم که شما گفتید که من از دوستان عذرخواهی کنم. در باره طرح آقای شهرام همایون، این چیزی رو که اون خانمه آمده گفته، گویا موقعی که آقای دکتر نصر احمدی اون موقع دنبال آقای رضا پهلوی راه افتاده بوده و هنوز کتابی از قانون اساسی نبوده، اون موقع این تر رو اینها پیشنهاد کرده بودن، اون موقع حتی پول جمع کردن از مردم و این خانمه داشت راجع به اون موقع میگفت که آقای شهرام و همایون هم یه دفعه عصبانی شد و گفت من از دیروز تصمیم گرفتم فوش بدم و حالا شما هم برو خورشت نمیدونم چی میگن برو گربه سبزی درست کن و از این ماجرا. و اما شما گفتید که آقای رضا پهلوی آب پاکی رو دست همه ریخت، گفته من مقام سمبولیک نمیخوام. میشه کسی به من بگه ایشون دنبال چه مقامی میگرده؟ ایشون در حد گفته که من
یا مردم انتخاب کنن یا جمهوری یا پادشاهی. ولی وقتی که پادشاه سلطنت طلبا بهش فشار میارن، گفت من نمیخواهم که یک مقام استنبولی یا به صورت مجسمه و بت بمونم تو کشور و هیچ کار، من میخوام مؤثر باشم در امور کشور. مؤثر بهتره. آقا من دوباره میخوام مثل بابام ترجمه میکنیم سلطنتی رو را بندازم که خودم فرمان بدم. بهترین شخصی که مؤثره این فراشای هستن که صبح زود خیابونا رو جارو میکنن، سفورای هستن که آشغال میبرن، اینا مؤثرترینن. اگر یک هفته اینا نباشن، آشغال از سر کله همه ما میره بالا. و پس این دوستانی که مثل آقای سعیدی گول خودشون میزنن، یا شاید میدونن ولی میخوان گول مردم بزنن، که میگن بله آقا رضا برنامه هایی داره و پادشاهی و پارلمانی، آقای سعیدی یه چیزی میدونستی که امروز نیومدی. اولا ماجرای آقای سعیدی رو هم به ما بگو. اینا آقا دروغ میگن. ملتی که شما میگید نه حالا اون پادشاهی تصادفاً آقای شاه زورگو شد، تصادفاً باباش قانون مشروطه زیر پا گذاشت و این دفعه خوب میشن، دروغی بیش نیست. این دفعه خود طرف آمده گفته آقا من نمیخوام من نمیخوام یه مقام سمبولیک باشم و سلطنت کنم، من میخوام حکومت کنم. اون قسمت دومش هنوز نگفته. آقای مصطفی زاده ببخشید من دخالت میکنم، ماجرای این آقای سعیدی چی بود؟ عکس فرستاد، دو تا عکس فرستاد، یه دفعه برای من پیام گذاشت، بعد از پیام برای من آیا برای شما پیام گذاشت یا صحبت کردید یه چیزی پیش آمده؟ ایشون ببخشید اینو میگم دومشو گذاشت، اون وقتا میگفتن دومشو گذاشت روی کولش رفت، ولی دومشو گذاشت لای پاش رفت صحیح تره، چون دومشو گذاشت روی کولش عقرب این کارو میکنه، ولی دومشو گذاشت لای پاش، سگ وقتی میترسه دومشو میذاره لای پاش. اون وقت بازم بگید برنامه های سربی و دوستانش ما چیزی یاد نمیگیریم. من ساکت میشم. این ماجرای پادشاهی سمبولیک و ما دروغی که دوستانی مثل آقای سعیدی میگن به مردم و ماجرای سعیدی دعوتش رو، بعدم خودش دعوتش رو از خواستن رو نیومدن. اگه دوست داشت آقای سوردی، آقای سعیدی بعد از اینکه من گفت من خوشحالم که دعوت کردید و حتما شرکت میکنم، بعد دیگه من از ایشون هیچ اطلاعی ندارم. دلیلش چه نمیدونم، هیچی من نمیدونم، ولی یه مسئله است که من به ایشون گفتم. من گفت موضوع برنامه چیه؟ من به ایشون عرض کردم که موضوع برنامه انتخابات اخت آلای عمومیه و من میخوام در این باره صحبت کنم و برای مردم روشن کنم که آقا این چه هست. حالا دو ادامه برنامه من این رو همین مطلب رو پی خواهم گرفت. ولی در رابطه با آقای رضا پهلوی، ببینید آقای سوربی، ما اگر به همدیگه، ما همه ما میگن دموکرات دموکرات دموکرات، ما چه دموکراتی هستیم که به هیچ کس اجازه هیچ کاری رو نمیدیم؟ اگر ما دموکرات هستیم، حق انتخاب برای دیگران قائل بشیم. این حق انتخاب قائل شدن یعنی همه چیز، یعنی آزادی، یعنی دموکراسی، یعنی همه چیز. آقا باید اجازه، ولی وقتی ما میگیم که همه حق دارن، همه حق انتخاب دارن، خیلی خوب، چی رو انتخاب کنن؟ زمینه ای برای انتخاب وجود نداره فعلا. مردم نفسشون اصلا در اینه کجا تو ایران حرف بزنن؟ تو ایران اگه حرف بزنن که خب نه زندان کشته میشن. اینجا ما میرسیم به اینکه زمینه انتخاب ما کجا بریم. اگر انتخابات دوره‌ایه، بابا چند صد سال باید یک چیز رو ما تجربه کنیم که همش دروغه، همش کلکه، همش نمیدونم وعده وعیدهای بیجا و نادرست و وقبازیه. اون وقت رأی رو چی میشمره آقای سوری؟ من میخوام از شما بپرسم، جز دولت، جز اینکه دولت میشمره آقا رو، یکی هم که آقای همایون برگشته میگه که ما نمیدونم رأی میگیریم از مردم، نمیدونم همه پرسی رفراندوم رو میندازیم از مردم، میپرسیم که جمهوری میخواهند یا سلطنت. بعد رهبرم آقای رضا پهلوی رو، خب معلومه وقتی رهبر ایشونه مردم دیگه چی میخوان بگن، شماره شماره رفراندوم هم از من آقای همایون میکنه.
بسیار ممنونم. آقای اینا کلاهبرداریه. شما در آمریکا که اسمش به اصطلاح بهترین دموکراسی جهانه، شما این چه میکنن؟ من یه چیزی راجبه آقای دکتر عقیلی پور باید عرض کنم. آقای سر انسانی در زندگی، طول زندگی انسانی ندیدن، اینقدر انسان و اینقدر فهمیده و اینقدر متمدن و اینقدر حرفاش درست ندیدن. چرا؟ هستن کسانی هم که شبیه ایشون، ولی مثل ایشون من ندیدم تو عمرم که اینطور واضح درست صحبت کنه بدون بی‌ادبی. و من چقدر شاگرد بدی بودم که این همه ایشون آموخت و می آموزه به همه و من یاد نگرفتم، بازم پرهاشی میکنم. خب حالا این دلیلی میشه که شما تو برنامه های آینده از ایشون دعوت کنید. یک، اجازه بدید من تا آدم نرفته بگم یه ضرور مسئله داریم. میگه بعد از این همه گدایی من دیگه شب جمعه رو میدونم کیه. من فکر میکنم آقای سعیدی عمدن به من زنگ زده، پیغام گذاشته. حالا دلیلش هم میگم، اگر اشتباه میکنم آقای سعیدی بعدن به من زنگ بزن. من فکر کنم آقای سعیدی چون شما دعوتش کردی و دیده که خب برنامه مفته، ایشون قبول کرده، بعد گفته برم ببینم این ضیا مصطفی زاده کیه، رفته ویدیوهای شما رو نگاه کرده، دیده که ببخشید اینجا یه ضرور مثلا میگن که اینجا جایی نیست که بیای فلان کنی و بری، فکر کنم دیده نمیتونه بیاد توی این برنامه. اجازه میدید من پیام ایشون رو براتون پخش کنم؟ حالا چون خودش پیام آقای سعیدی مخصوصاً بله بله گوشی داشته باشید ببینیم، خدا کنه شما بشنوید. دوستان ببینید این دوستانی هستن که یه نفر دعوتشون کرده، احترام گذاشته بهشون، از هلند روز رو تعیین کرده، ساعت رو تعیین کرده. حتی وقتی من با آقای مصطفی زاده تماس گرفتم گفتم آقای دکتر افشارا اینجوری، این بنده خدا به مهمونش احترام گذاشته، گفته چون ساعت دوم سعیدی رو دعوت کردم، ساعت اول که مال خودمه در اختیار شما. حالا گوش کنید ببینید این آقایون شاه اللهی چه نوع پارلمانیش، چه نوع سلطنت اینا، بابا ریشه شون اصلا فاسده. گوش کنید ببینید چی گفته. آقای سعیدی، سعیدی هستم عزیز. من فردا دعوت شدم از طرف آقای مصطفی زاده به برنامه شون، به این وسیله عذرخواهی میکنم. شما حین برنامه میتونید اعلام کنید که بنده من معذور هستم برای فردا، به ایشون هم زنگ میزنم که ازشون عذرخواهی بکنم. موفق باشید، ببخشید که این باشه. خب به شما بل. به شما زنگ نزد، شما شنیدی صداشو؟ بله، ولی نه زنگ داد نه تماس گرفت، حتی من ایمیل هم فرستادم گفتم آقای شجاعت چه چطور با من تماس گرفت. من چی گفتم به شما؟ ولی آقای سعیدی ببخشید، من امیدوارم که اینطور نباشه. زندان من ایشون رو به عنوان مخالف خودم دعوت کردم تو برنامه، دلم میخواست ایشون بیاد در نهایت سماجت و قدرت با من مخالفت کنه که مردم بشنوند و ببینند که ما چی میگیم و مردم خودشون مردم میفهمند. توجه میکنید مردم خوب قضاوت میکنن. آقای سر آقا جانا، سخن از زبان ما میگویی. خب منم همینو میگم به دوستان، میگم تو که مخالفی بیا اینجا، اینا اون توانو ندارن. اینا رئیس کلشون که الان این روزا هی به دروغ میرسن، شاه دو تا دکترا داشته، شاه دهم هم قبول نشد، کجا دکترا داشته؟ هی مزخرف میگید، مثل یه استواری که امروز شده تیمسار توی کالیفرنیا. طرف میگه آقا این تو ارتش اگه بود، میگم بابا استوار که نمیشد تیمسار، میشد استوار یک تا بعدم بازنشست میشد بعدم میمرد. اینا هی به خودشون درجه میدن. اینا رئیسشون که شاه بود دروغگو بود و تحمل نداشت، نه که تحمل نداشت، جرأت نداشت با مخالف روبرو بشه، شهامت نداشت، بلد نبود، منطق نداشت. من میدونست شما درست میگی، اینا بیان حرف بزنن ملت میگن آقا خب راست میگه بابا سوربی، یه نفر رو بیاریم اینجا بکنیم لولوی سر خرمن، اسمشو بذاریم شاه، کشورهایی که شاه دارن یکی یکی دارن عوض میشن، شاه به زودی فقط توی ورق و توی شطرنج باقی میمونه. اینا ترسو هن، دروغو هن و الا مرد حسابی. آقای مصطفی زاده تو رو دعوت کرده، من اصلا در جریان نبودم، بعد تو به من زنگ میزنی میگی تو برنامه خودت به بیننده ها بگو که من نمیام. مگه ما به بیننده ها گفته بودیم که تو میای؟ بعد من خودم با آقای مصطفی زاده زنگ میزنم،
دروغ، ترس و اینها، ببخشید اینو میگم، برید بمیرید، برید. اگه آخوندا پدرسوخته ها اینقدر بد نبودن، اینا همشون تو سوراخ‌های تاریخ قایم میشدن تا بمیرن. ولی به دلیل اینکه آخوندا بدتر هستن، اینا اومدن میگن آهای ملت، شما که میگین صد رحمت به کفن دزد اولی، بله کفن دزد اولی پدر ما بوده، افتخار میکنن که باباشون کفن دزد اولی بوده. بفرمایید، من ساکت میشم. جناب صدری به حضور رسید که اینها یکی یکی باید بیان سر کار تا شناخته بشن. و این طرحی که من دادم خودگردانی ملی ماره اینه که ظرف 5 سال اینها مشغول کار بشن، رهبری گروه های خودشون رو بوده بگیرن، با داشتن بودجه از کشور توجه میکنین و حقوق های خوب بیان مشغول بشن، توجه میکنین. بعد برن توی شورا، توی شورای مشترک تشکلها، اونجا به قول معروف ببخشید بعضی هاشون توپوزی بخورن، برن بگیرن میشینن سر جاشون دیگه حرف نزنن. من حتی توی طرح رضا پهلوی ها جای خود داره، من توی طرح نوشتم حتی اراذل و اوباش هم میتوانن تشکل داشته باشن در این طرح، ولی مشروط در این که زمانی که میخوان وارد شورای مشترک تشکلها بشن در هر زمینه نماینده متخصص داشته باشن و به اونجا بفرستن. خب مسلمه عرازل و آباش اوباش که چیز ندارن که نماینده متخصص نمیتونن داشته باشن که، چون عرازل و آباش اونقالا عرازل و آباش. الو، بله درست، 15 دقیقه و 3 ثانیه. حالا ما این خاموش میکنیم میریم سراغ ندهی قرار شد با فیسبوک تماس بگیریم، با اسکایپ. آها میخواین اینجا صحبت کنید یا اسکایپ؟ چون اینجا باز دوباره 15 دقیقه. همینجا صحبت میکنم، همینجا صحبت میکنم. اگر باز قطع میشه معذرت میخوام از شما و بینندگان. اشکال نداره آقای سوری، عرازل و اوباش شامل خیلی هم میشه، حتما نبود عرازل و اوباش فقط قمه دستشون باشه یه چاقو، عرازل و اوباش کرواتی و نمیدونم مقامدار و اینا هم زیاد داریم. شما همه خود ترامپ ها ببینید کیه، مگه جز عرازل و اوباش نیست؟ ولی این شرطی که من گذاشتم که هر کس در این ته شرط گذاشتم که هر کس میخواد وارد شورای مشترک تشکلها بشه باید نمایندگان متخصصشو در زمینه های مختلف به مردم معرفی کنید. آیا عرازل و اوباش میتونن؟ نمیتونن، حتی بدتر از اونها هم من گفتم. بعد آقای همایون صحبت میکرد در رابطه با زندان و زندانی اونم. آقا اصلا در طرح خودگردانی ملی ما زندان نداریم، ما شهرک های کار داریم که هر کسی که خلافی خطایی انجام بده و از طرف دادگاه، اونم دادگاه های شورایی که در اسرع وقت باید در مورد هر کسی تصمیم بگیرن، میاد میره توی شهرک کار، حتی خونه و زندگی هم داره، زن و بچهش هم حتی میتونه ببره اونجا با خودش نگه داره اگه زن و بچهش راضی باشن، حقوقش هم بگیره، اگر بدهکاره بدهیشو بده، اگر که از حقوق مردم ضایع کرده باید حقوق مردم رو بده. توجه میکنید این مسائل رو من همه رو توضیح دادم. حالا آقای همایون بس ما اختراع کرده که ما ایر میکنیم بمیکنیم، این آقا به خانمه برمیگرده که ما اینجا طرح رو نوشتیم، تو یک صفحه رو نمیتونی از رو بخونی، مرده که دیوانه، مرده که شارلاتان، اگر طرحی که مردم نمیتونن بخونن خیلی هر کی نوشته غلط کرد، هر کس نوشته خیلی غلط کرد. دقیقا منم هم همینو گفتم، گفتم این چیه، برای خارجی ها نوشتین و برای اینایی که از به اصطلاح کرات دیگه آمدن، و خود شما چه سوادی دارید آقای شهرام همایون که فکر میکنید دیگران سواد خوندنشون از شما کمتره؟ این آقا اگر به خاطر آقای داریوش همایون پسرموش نبود، این آقا با توی ایران عملیگی خواهد بیچنون، اون این آدم کرده، این اون بعدا اون آدم حساب نمی کرد، خدا رحمتش کنه، حالا هرچی بود و نبود
باید به آقای همایون، آقای شالاتان همایون بگید آقا برو اقلا اون نوشته های پسرمون تو بخون، آقای دایتون بخون، تو کلمه یاد بگیر آقا، طرز صحبت کردن و انسانیت و اینا رو یاد بگیر. من نمیم هیچ از دو تا برادر یا یه بچه اینجوری یه بچه اون دیگه من به مادرش شده، من نمیم خداسه آقای سوربی اینها دستبردار نیستن از اینا میکرد. این که من عرض کردم دفعه قبل آقای احمدی فرسته افتو تشبه آوردم که خودتون دیدید که من ازشون حمایتم کردم، خوشحالم شدم که ایشون قانون اساسی، بعد قانون اساسی ایشون خوندم یه مش حرفایی که به درد من نمیخوره و با طرح من اصلا قابل مقایسه نیست. این و چرا قابل مقایسه نیست؟ به این دلیل که باز متکی هست بر اخذ آرای عمومی. آقا اخذ آرای عمومی، من این آقای سو تکرار نمی کنم، تأکید می کنم، یک کلاه برداری سیاسی. شما اجازه زندگی، اجازه دخالت در امور اجتماعی تو میدی دستی یه نفر، فرداشو میارزش پسیگیری میگه فقط تو رای نردی بجانم به من که بخواد پسیگیری برو دوباره کاره، اصلا جواب نمیگه. ولی اگر بدم اینجوری خواهد کن، حقا ما اونه تاجون. آقا ما اختیار زندگیمون نباید دست کسی بدیم، دست پس بدیم. کسی که میاد وارد حکومت میشه و در رأس حکومت قرار میگه یا نماینده مجلس میشه، این اونجا با اون اشخاص افراد و کسانی که اونجا هستن دوستی برقرار میکنه، بعدم دیدی که اغلبشون تو مجلس خوابن یا اینکه دارن چرت میزنن یا دارن در گوشی با هم حرف میزنن. آقا اینا حواسشون به مسائل اونجا نیست، چون از قبل میدونن که چه باید بگن و چه بکنن، یا مجبورن یا اینکه خسته میشن اصلا میگن بدش کن بابا دولمونو من. از اون گذاشت من خدمت تو عرض کردم فندای همه دیمن بگم عرض کردم آقا این دولت مگه نوکر بابای بنده است که بیاد بره مطالبات منو برای من دریافت کنه یا به نفع من کار کنه؟ آقا این میاد سر کار که بهش بروده بچاپه، اینقدر معلوم نگی جمهوری اسلامی، حکومت خوب در جهان وجود ندارد، همه مثل جمهوری اسلامی. با تازه با این دفعه بود که جمهوری اسلامی آدم میکشه، جنایت میکنه ولی روحاش داره میکنه، اینها مردم رو مثل گوسفند یعنی تبدیل به گوسفند میکنن. رادیو تلویزیونشون هر چی بگه مردم همون رو قبول دارن، قانون هر چی تصدیق بکنن بین خودشون مردم مجبور اطاعت کنن از اون قوانین. قوانینشون هم اگر کشور شوروی به اون حالت کمونیستی در نیامده بود، اینها سوسیالیسم رو قبول نداشتن، میگفتن این مردم مثل برده باید برای ما کار کنن. برای رقابت با کشور شوروی و سوسیالیسم و کمونیسم اینها ناچار شدن. از زمانی که شوروی از هم پاشید آقای سوربی، هر چست غیر از این فکر میکنه من حاضرم ساعت ها باش بحث کنم، پول برنامه شم خودم میدم، پول برنامه رو خودم میدم، بیا تو برنامه با هم که صحبت میکنیم. آقا از وقتی که شوروی به هم ریخت، مسائل سوسیالیسم در کشورهای اروپایی روز به روز کمتر و کمتر و کمتر شد تا امروز که خودشون دیگه به هم نقمق میکنن که آقا یعنی شما بریم کار کنیم بدیم مفکرا بخورن. آقا مفکرا چیه؟ یه موش هستن مریضن، یه موش هستن حلیلن، یه موش هستن که رفتن در هین کاس طبعه خوردن دیگه نمیتونن کار کنن. سوسیالیست فقط این نیست که به آرام بیکار حقوق بره، هزاران خاصیت داره، بیمار داریم، هزار جون نوع گرفتاری تو اجتماع آماده. سوسیالیست به خاطر اونها به وجود اومد، کمونیست حد که بود گذشت دیگه، بحث من راجبش دوست نرم بکنم. ولی از زمانی که شوروی کمونیستی به اصطلاح منحرم شد و از هم پاشید، این کمک های سوسیالی روز به روز کمتر و کمتر و کمتر و کمتر و کمتر شد تا امروز و دیگه بکنم تا چند سال دیگه ذره کمک به مردم
تو این کشورها نشه. اینها همه برای رقابت بود. الان هم آقای سوری دولت جمهوری اسلامی کرد آقای اون شدرسان اسمش چیه؟ همایون. آقای همایون میگه که چرا جمهوری اسلامی کمک به حزب‌الله لبنان میکنه، به سوریه میکنه، به کجا. آقا آمریکا با اون همه قدرتش برای اینکه بتونه بزنه سر ما به سابزمه چقدر به اسرائیل میده. تو الان آقای همایون توی آمریکا داری زندگی میکنی، مزید بید مدک برو اونجا یخه یک دولت آمریکا رو بگی بگو چرا پول ما از ما میگید به اسرائیل. اسرائیل نیازمنده، اسرائیل خودشون خانه سر وزمندن یهودی ها. اشاره که یهودی های اصیل و یهودی های درست ثروتمندتر هم بشن، ولی لعنت بر پدر مادر اون صهیونیسم به هر چه جوریه که دستیاران صهیونیسم هستن. این جهودا هر جا میری تو فیسبوک میری اون آقای میزنه میلیاردر خاک بر سر کنن هشت کو بیشور. اون اسم تو نیست که گذاشتی توی فیسبوک، متقلب، نه هشت نه اسمه. بعدم بهت میگم اسم چیه آبا واقعا، میگه پیام. اون یکی میپرسه ازش میگه اسم چیه، میگه نمان فلان. اینا همه با اسامیه تقدری جمهوری هستن، کسافت هایی هستن. آقای سوری این آقای پیام یا میگادر این روزانه 14-15 ساعت در فیسبوک و رسانه هایی که داره پرسن داره، نه کجا گیر میاره میخوره، این چجوری روزگار خودشون میگذره میاره. و همساره این بهاشا ما میگیم ما جمهوری اسلامی هم، ما به رضا پهلوی هم سلطنت طلب هم. نه آقا اینها همه جورن و برای اختلاف افتنی بین ایرانیان خارج از کشور همه میان هر کاری هر ایرانی میخواد بکنه اینا میان به هم میزنن با فحاشی و با ناراحت کردن دیگران معلوم اینها رو به جونم. آقا همین آقای افتخاری و اون یکی اسمش چی بود یادم رفت و اون آقای فرهاد پارسی پشت سر اینها آقای مهرداد مهرپوره فکر کنم شما اسمش هم نشیدی آقای مهرداد مهنه مهرداد مهرپور فرماندهی اینا رو داره، اونه که تنظیم میکنه امریکاشون. آقای مهرداد مهرپور اگر صدای منو میشنوی 4 سال 5 سال پیش توی تلویزیون من اومدی صحبت کردی، صدا تو ضبط کردم از طریق اسکایپ و تو با اون خانومه که هجاهاش بود کله پرداش بود میدوید این و دنبال رضا پهلوی اونو تو اومدی خواهش کردی که من صداتون رو پاک کنم اگر من مدارکتون توی اون صدا بود. این هم آقای نبود که یه دانشگاهی واس کرده بود دانشگاهی نمیدونم چی این آقای مهداد مهبوب نمیدونم اینا اینقدر اسمای قلابی دارن که واقعا کسی نمیشناستشون در صورت یادم نمیاد. بله بفرمایید. بله این آقای مهداد مهبوب پشت پرده همون آقایونه که نشستی فرهاد پارسی و افتخاری و اون یکی اسمشو یادم میره اگر اینقدر که اهمیت برای من به حضور شما اشاره که اینجور افراد هستن که دارن ایرانی های مقیم خارج رو به جون هم میندازن. من با اطمینان کامل به شما عرض میکنم جمهوری اسلامی نیست، طرفداران رضا پهلوی نیستن، اون شاه‌اللهی ها نیستن، حزب‌اللهی ها نیستن، اینا با اسامی قدرتی میان خودشون رو معرفی میکنن، وانمود میکنن طرفدار رضا پهلوی هستن، وانمود میکنن که طرفدار حزب‌الله هستن. و از این صحبت آقای سوری اینها نمیگذارن که هیچ کاری ما انجام بدیم. میگم یک چهر رو ما اومدیم انجام بدیم، اول آقای احمدی نصر احمدی پیدا شد، من کوتاه آمدم گفتم که بذار ببینیم شاید مال اون بهتر باشه، بعد دادم نه آقای نیست. بعد حالا دوباره هفته سومه چهارمه که من اومدم صحبت کردم هنوز سر رو معرفی نکردم، هنوز گفتم از اول برد این کارا میکنم. بعد فاصله تای حکومت مرگی مفتزه کسافتی رو اومدن ارائه میکنن، سر مردم رو گرم کنن بکشن به اون سو و یک مش مردم بدبخت مستحصر ساده نگر ساده اندیش که راه به جایی ندارن میان پول به اینا میدن. این هایی که پول به این گونه افراد شالاتان میدن
اینها دارن خیانت به کشور میکنن ولی خودشون بیچاره نمیدونن، متعهد نیستن. حالا آقای همایون، آقای شادرسان همایون، اگر راست میگی من همونطوری که تو میگی من اینجا نشستم بیا بشین بغل دستم، منم در تلویزیون مردم نشستم، بیا بشین بغل دستم من جواب منو بده، تا چنون بی آبرو کنن، تا چنون احشاد کنن بین مردم که خودت هست کنی. هر روز یه روز طرفدار مجاهدینی، یه روز طرف رضا پهلوی، یه روز دفاع از اسرائیل میکنی، یه روز دفاع از اون یکی اونی که از هر کنون چقدر پول میگیری، چقدر پول میگیری که اینطور میای مردم رو سرگردون کنی. از اون گذشته اون گروه ما هستینه تنها کاری که کرد یه مش مردم رو فرستاد جلوی گلوله و توی ایران، فرستاد جلوی گلوله و فرستاد به زندان که بهشون تجاوز بشه، فرستاد زندان که شکنجه بشن و اینا، چه کاری برای این مردم کرد در این چند نیست جز چالاخنگیری؟ هیچ چیز ما حتی نهیدیم. نه من یه نفر اومد جو بهش کفت شارلتان به با فاصله قرشید کرد، آها میخواستی بهش بگی آها چرا میگی شارلتان، من چه کردم که میگی شارلتان؟ تا حیثیت رو ببرم اونجا 20 بار زنگ زدم تلفنشون جواب نمیده. آقای سلطان تلفن آقای همایون جواب نداد. اینایی هم که چند تا زنگ میزنن من فکر کنم از مخالف و موافق اکثرشون مال خودشونن، از این اتاق به اون اتاق هست. اینها فقط دارن با حق بازی زندگی میکنن و زندگیشون هم بد نیست. و آقای سوربی میاد هر که میاد حرف بزنه تا یه حرف نابجا بزنه آقای سوربی بهش میگه همه قهر میکنن میذارن میرن. ما تازه دعوتش میکنیم بیا. آقای صوفی چی داری میگی؟ باشید با آقای صوفی بحث کنید. نه چرا فرار میکنید از بحث؟ اون وقت میگم ما با کسی که با جمهوری اسلامی سر و کار داره ما صحبت نمی کنیم. محل اسلامی تو با جمهوری اسلامی طرف هستی. اگر با جمهوری طرفدار جمهوری اسلامی حرف نمیزنی، با خود جمهوری اسلامی حرف نمیزنی، پس میخوای با همه صحبت کنی؟ برو خونه تو، برو خونه همه با همه صحبت کن. ما طلبمون طلب حساب اون جمهوری اسلامیه. همین الان من برای جمهوری اسلامی میگم بدون هیچ ترس و واهمه حاضرم پردام سبا اگه احضارم کنن بردا سبا رو بمونشم برم ایران. آقای جمهوری اسلامی هیچ حکومتی تا عبد برقرار نبوده، تو هم برقرار نخواهی. یه روز تو هم میگیرم پرست میکنم بیرون، حواست رو جمع کن، کاری بکن که مردم بخوانده تو. از اون گذشته تو حق نداری به همه ملت ایران مسیحی و مسلمون و سنی و کی و کی و کی حکومت بکنی. تو میتونی در ایران باشی و من مصرم در طرحم اصرار دارم که جمهوری اسلامی باشه و بر طرفداران خودش حکومت بکنه تا اینکه اگر منزبی شد مردم برش کردن رفتن توی گروه دیگه منزبی بشه و همون بشه. اگرم خوب کار کرد به درد مردم رسید مطالبات شروع داد خیلی خوب، مردم از گروه های دیگه از تشکل های دیگه رها میکنن میان سراغ شما آقای جمهوری اسلامی. اگر حرف درسته چرا باید از این حرف بترسی؟ الحمدلله تا به من نشیدم بترسی، حتی از اعتبار سپاه سال پیش با من تماس گرفتن در هلند، برگشت گفت ما فکر میکنیم منصفتر از همه این ایرانیایی که در خارج از کشور هستن تو هستی. 100% اونهای دیگه هم میگن. بعد یک سخنی هم دارم با افرادی که با به اسلام فحاشی میکنن به دین و مقدس. آقایون وقتی شما به دین و عقاید مردم فحاشی میکنید اونها مصرتر و جنشتر میکستن به جمهوری اسلامی و شماها رو فوش میدن و پشیدی براتون ازش قائل نمیشن. فوش ندید به اعتقادات مردم، مخالفت نکنید. آقا بذار اون مثال من، آقا من شخص من فرض کنید که واهی پرستم، فرض کنید خرافه پرستم، شما نباشید. آقا شما نباشید، البته با این طوری که جمهوری اسلامی حق این رو نداره که اگر کسی عقیده دیگه جاشت داره بخواد بکشتش، یا اینکه میخواد مسلمون نباشه اقمه رو بکشتش، یا اینکه اگر
فرض بفرمایید که در امور سیاسی دخالتی میکنه، دلیلش اینی که مالک کشور، آقا هر نفر ایرانی مالک کل سرزمین ایرانه، میلیمتر به میلیمتر. حالا این مرک مشاهه، این مرک موقوف است، از پدر در پدر در پدر در پدر جای دو آباد ما به ما رسیده و ما موظفیم که توی این زندگی بکنیم، آبادش کنیم و اون رو تحویل آیندگان بدیم. تازه همونطوری که بارها گفتم، تازه مال ما هم نیست، آیندگان هم سهم دارن. رفراندوم نفراندوم یعنی باطل، یعنی دوپومین کلاه برداری سیاسی. آقا تو حق نداری رفراندوم کنی. این آیندگان هم در مورد کشور حق دارن. پس اجازه بدید خود مردم این زمینه انتخاب رو داشته باشند و انتخاب بکنند و هر روز که دیدن مصطفی زاده طبیه برن پدوی آقای سلطان همایون، اگر دیدن اون هم بده برن سراغ آقای رضا پهلوی، اگر دیدن بده برن سراغ آقای رجبی، اگر آقای رجبی بده. به این ترتیب ظرف 5 سال یک قهربار اونجا در دست ملت خواهد بود. نخاله ها را از قیده ها جدا میکنن و میریزن دور. از اون گذشته آقای صوری، کشور مال مردمه، مردم حکومت مال مردمه. هر کس که میاد در رأس هر کاری قرار میگیره باید مستخدم قراردادی مردم باشه. به چه طور از قراردادی؟ قرارداد به این شکل که اگر اون مستدی امر کوچکترین تخطی از قانون یا از آنچه که خودش اعلام کرده در اون اساسنامش بلا فاصله برکنار میشه، و اگر هم برکنار نشه خود مردم انسان هم میفهمن این تخطی کرده و بهش میگن. اگر خودش اصلاح کرد، کرد نکرد رهاش میکنن میرن تو گروه دیگه. بعد از چند سال که همه برش کردن رفتم جاییه، این منحل خواهد شد. هیچ کس هم در طرح خود جرانی هیچ مقامی حق انحلال هیچ تشکری نداره، هیچ مقامی حق نداره بگه که چرا اینها مجبز نداره. بدون مجبز شروع به کار کردم. آقا من حرفی دارم میخوام بزنم، شروع میکنم و میرم جلو. بعد خود معلوم هم که یا به من میفیدندن یا نمیفیدندن. اگر پیرستن و من بین اون کسانی که به پیرستن متخصصینی در زمینه های مختلف داشتم، راه پیدا میکنم به شورای مشترک تشکل ها در قانون نویسی، در اجرای قانون، در همه کار دخالت خواهم داشت. پس مردم بشنوید، دولت کشور مال شماست، شما میتونید این دولت ها رو بذارید کنار و خودتون حاکم باشید و اونها استخدام شما. به همین صورت که از اول بود براتون توضیح خواهم داد در طرح خودگردانی ملی. این طرح هم اختراعی نیست، یک کلمه مزخرف درش نیست، طرحی هم هست موقت. این طرح با تمام قوانینی که درش هست تا تشکیل شورای مشترک تشکلها اعتبار داره. برای چی؟ برای اینکه تعدادی تشکل منظم و با اساسنامه در خارج از کشور به راه بیندازن و اینها دامنه کارشون رو به ایران برسونن. نجز این، هیچی جز این نیست. وقتی که این تشکل ها راه به ایران پیدا کردن و بسیار سادت پیدا کردن رای، چون آقای سلمی این چیزی بوده که من نمیخواستم بگم، هر ماها از دیر بوته به عمل نیمدی. وقتی که این تشکل ها منظم و مرتب شد کردن، از اون کسانی که بهشون میزدندن میخوان آقا با فامیل در ایران با نامه، با تلفن، با اسکایپ، با چه، با اینترنت تماس بگیر و بهشون بگو این طرح رو بهشون حالی کن. کم 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 همه میفهمن و همه روشن میشن و دولت هم هیچ کاری در مقابل اون با خود دولت رو که ما قصد براندازی نداریم، ولی سران این جمهوری اسلامی که با این طرف مخالفت کنن اصلا اولا مسلمان نیستن،
دومن مردم خودشون خیلی قشنگ از همون داخل سپاه و داخل اطلاع سپاه و اینا میان میبینن منافعشون رو اینا گذاشتن سپاه میگیرن برکنارشون میکنن، من میکشنشون نکاری بودشون، از اون کار برکنارشون میکنن، اون هم با مجوز اون دادگاهی که در آینده برقرار خواهد شد، بعدها محاکمه هم خواهند شد. آقای صوفی من فکر کنم که وقتم دیگه تمومه یا وقت دارم. بسیار ممنون، شما وقت دارید هنوز 4-5 دقیقه دیگه وقت دارید. شما صحبتی دارید در این موارد بفرمایید. نه من گوش دادم و شما چند بار اعلام کردید، حتی اینجا دعوت از شهرام همایونم کردید، اگر دوستان دیگه هم مایل هستند که با شما صحبتی داشته باشن یا به قول معروف مناظره‌ای داشته باشن، لطف کنن با همین ایمیلی که از اول برنامه تا حالا زیر ایمیل زیر اسم شما میاد به اصطلاح زیر فیسبوک نوشتم تماس بگیرن، zia1942@gmail.com. بسیار آسونه و آقای مصطفی زاده هم خوب هم با فارسی هم با فینگلیش براتون پاسخ می‌نویسن و مشکلی نخواهد بود. من باید به قول معروف گفتنی ها کم نیست، باید صحبت کرد و طرح‌های مختلف رو دید و هر کی دوست داره یه چیز قشنگی شما بگید. یکی تویوتا دوست داره میره تویوتا سوار میشه، یکی بعد میخواد ماشین آمریکایی بخره آمریکایی میخره، دوباره بعدش میاد برمیگرده اونجا، شما میگید این حزب و احزاب و گروه‌های سیاسی باید اینجوری باشن و هر کسی بتونه با آزادی وارد بشه، هر کسی بتونه با آزادی خارج بشه. اونم در هر لحظه که تصمیم بگیره میتونه از این تشکل رها کنه بره عضو تشکل دیگه بشه. اینجا عضویتش رو همون تشکلی که میره اون تشکل جدید عضویت قبلیش رو باطل میخواهد کرد. و این شخص جناب صوفی جان بسیار متشکرم از شما از وقتی که در اختیار مردم میذارید که بتونن حرفشون رو بزنن. باز هم میگم تنها تلویزیونی که آزادی بیان درش دیده میشه تلویزیون شماست و امیدوارم که بعد از این هم به همین صورت باقی بمونه. از اول برج هم من در خدمت شما خواهم بود و از اول برج باید در رابطه با پخش صحبت میکنم. اگر هم که برنامه دو قسمت بشه به خاطر آقای افتارها دوشنبه بود جمعه باشه، یک ساعت حتما در رابطه با چه صحبت میکنم، یک ساعت دیگه هم ممکنه در پاسخگوی مردم باشم از طریق تلفن. بسیار ممنونم، آخر هفته خوبی براتون آرزو میکنم. از اینکه با ما بودید ممنون و متشکرم. من از شما بی نهایت سپاسگزارم با عرضت و آزارهای تلفنی که انجام شد. شما صبوری رو خرج دادید، ممنون. شبتون خوش و شب بینندگان محترمتون هم خوش. مرسی، اوقات به شما خوش. خدا نگهدار. خب دوستان عزیز با آقای زیا مصطفی زاده بودیم، ایشون از هلند تماس میگیرن، اگه مایل بودید با ایشون تماس بگیرید zia1942@gmail.com. من زیر فیسبوک آدرس تمام برنامه های ایشون رو که توی یوتیوب بوده گذاشتم که شما برید تماشا کنید، حتی در رابطه با برنامه های گذشته و صحبت هایی که ایشون کرد اگر نظری دارید با خودشون مستقیما تماس بگیرید. و اگر توی فیسبوک چیزی نوشتید، اگر آقای مصطفی زاده از طریق خودش یا دوستش آمد توی فیسبوک پاسخ داد فبه ها، اگه نداد خب شما نظرتون رو نوشتید، ایشون هم نیست یا نخواسته نظر بده، من دیگه این وسط نظرها رو برای هم دیگه نمیفرسم. دوستان عزیز در ساعت 4 بعد از ظهر وقت واشنگتن و نیویورک شرق آمریکا میریم سراغ آقای حسن ارشاد، برنامه شماره 113 ایشون رو میبینیم که در رابطه با بهائی و بهائیت صحبت میکنه. ضمناً فردا شب حتما یادتون باشه کنسرت آقای ندیمی و دوستانشون در سالن این به اصطلاح کالج محلی نووال نوردن کامیونیتی کالج، و اگر پرسشی دارید در این رابطه با اون شماره‌ای که روی پوسترشون هست تماس بگیرید. من فردا هم سعی میکنم روی فیسبوک مردم بذارم، شما هم اگر برنامه بخواید یا اگر بخواید از سرویس ما استفاده کنید
با هزینه خیلی کم. همیشه گفتم تلویزیون مردم یک ماشینه، بنده رانندش، هر دو مجانی. بی انصافا شما پول بنزین و سوختش رو پرداخت کنید. روز روزگار بر شما خوش. این ویدیو هم تا دقایق دیگر روی یوتیوب قرار داده میشه و به صورت بازپخش هم از تلویزیون مردم پخش میشه، یا تا دوشنبه، شاید برنامه آقای مصطفی زاده رو تا جمعه هم بازپخش کنه. مرسی که با ما بودید.